درود بر بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول همیشه دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 به وقت واشنگتن تا ساعت 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه من از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس امریکا پخش میشه، یعنی از اینجا پخش نمیشه، از اینجا به وسیله اسلیم باکس میره خدمت آقای امید امیدوار در اتاق فرمان در شهر واشنگتن، واشنگتن دی سی، و از اونجا میره روی اینترنت که همه دنیا قابل دسترس خواهد بود. امروز که این برنامه حضورت تقدیم میشه، روز 21 اکتبر 2015 است و برابر است با 29 مهر ماه 2574 هخامنشی. بعضی هنوز هم این مثلا میخوان ماه چیزی بگن، عربی رو بگن، میگن ماه شمسی هجری، یا مثلا فرض کنید که میگن ماهی که پیغمبر مهاجرت کرد. بابا آقای محمد میخواستن بکشنش فرار کرد. ماه اگه میخواید از اون تاریخ سالتون حساب کنید، بگید از زمانی که از تاریخی که محمد فرار کرد مکه و مدینه، از اون تاریخ مثلا هزار رو فرض کنید که 394 سال شده یه همچیدی، و ننویسید، نگید که رفته مهاجرت کرده یا نمیدونم از سال چیز داره. من حتی میدونم مثلا بعضی یه وقتا مثلا مجله هایی که خیلی خودشونم افشاگری میکنن، بازم این تاریخ رو یه جور میرسن که با واقعیت هماهنگی نداره. ببینیم ما خیلی چیز رو با واقعیت هماهنگی نداره ولی ما میپذیریم. حتی هنوز هم حتی من شما، حتی اونایی که مثلا فرض کنیم که مکه و مسکو از مخشون پاک کردن، سوان زدن تمیز شده، اونا هنوز بعضی چیزها رو اشتباه میپرستن، اشتباهی تو ذهنشون رفته و حاضر نیستن یه چیز بدی رو پاک کنن از ذهنشون. یه وقت هست آدم میخواد یه چیزی رو بگه آقا داری اشتباه میکنی، نگران میشه، میترسه که جامعه به خاطر اینکه همه دارن اون اشتباه میکنن با آدم پشت کنن، بعد بیرا بگن، بگن تو کی هستی اومدی حرفا رو میزنی. لذا من نمیخوام بگم یه دفعه این چیزهایی که مخصوصا اون چیزی که تو ذهنم هست. من دو تا مقاله نوشتم، ضربه اول، ضربه دوم، یکی دیگه هم میخوام بنویسم، ضربه سوم، بعد بگم ضربه آخر. ضربه اول این بود که در امریکای لاتین، در امریکای لاتین منظورم امریکایی است که اسپانیش حرف میزنن، اینا اگر کسی یه ذره موهاش صورتش روشن‌تره، یه دو سه سانت قدش بلندتره، افتخار میکنه، میگه من از نژاد اسپانیا هستم. در حالی که اسپانیا اومدن اینجا به قول معروف پتک و پتکشون یکی کردن، کشتن، تجاوز کردن، شلاق زدن، آزار زدن، اموالشون گرفتن، هزار جور بدبختی سرشون آوردن و این بدبختی ها چندین سال ادامه داشته، یعنی مثلا 300-400 سال ادامه داشته. و بعد حالا اینا به اون مهاجمانی که پدرشون در آوردن افتخار میکنن، من از نسل اسپانی هستم، ببین موهای من روشنتره، صورتم روشنتره، من از نژاد باور نژاد اسپانی هستی، مرزی که گردن کلفت اسپانی اومده مادرتو بهش تجاوز کرده. در ایران خودمونم داریم، من سید هستم. یعنی چی سید؟ یعنی عربا اومدن به مادرتو تجاوز کردن، تو اسم چون سید دیگه، سید و عربی یعنی آقا. همین ما دروغ تو ذهنمونه، فکرمون سید یعنی اولاد پیغمبر. نه بابا، سید یعنی آقا، سید یعنی سر. شما توی یک کشور عربی بگید سید، اون آقا رو برمیگنم بله با من بودیم. همینطوری که توی امریکا توی خیابون را برید 7-8 نفر باشن، شما بگید سر، برمیگنن میگن به من بودی. اینم همونه، منیش همونه. در
ترکیه فعلی، این همین استانبول اسمش میدونید دیگه، حتما قسطنطنیه بوده دیگه، به عربی بودن کنستانتینوس بوده، هم چیزی بوده به عربی بودن قسطنطنیه، به زبان فارسی آمده. به هر حال استانبول بهش نمیگوزن، بهش میگوزن قسطنطنیه. قسطنطنیه پایتخت بیزانس بوده، بیزانس یعنی روم شرقی. روم وقتی خیلی بزرگ شد اومدن دو قسمت کردن، یه سمت روم غربی شد، یه سری روم شرقی شد. شما فکر می‌کنید روم شرقی ترکی هر میدونه؟ خب روم شرقی و روم غربی هر دوشون رومی هر میدادن دیگه. خب چرا پس مردم زبانشون به ترکی برگشت؟ وقتی که این مقاله دوم منه ها، وقتی که کارگزاران خلفای اموی و بعدش خلفای عباسی، اینا برای اداره ممالک سرزمین‌های وسیعی که داشتن، می‌خواستن ماموران آگاهی رو بگیرن، اول از ماموران عرب استفاده کردن. دیدن این عربا چشم در مشارکت در خلافت دارن، بعد اومدن ایرانی‌ها رو بردن سر کار گذاشتن. ایرانی‌ها مدت کار کردن، بعد یواشواش چشم در جدایی و استقلال داشتن، بعد کم کم اومدن توجهشون به ترک ها افتاد. گفتن بیم این ترک ها رو، یه سری ترک بنده، یه ترک اسیر کردن از آسیای مرکزی اونا، گفتن اینها رو بیاییم. بعد در اواخر حکومت عباسی اینها قدرت گرفتن. بعد وقتی که هولاکو خان اومد خلیفه بغداد رو، دو روایته، یه روایت میگن توی نمد پیچید اینقدر فشارش داد که کشته شد، یه روایت میگن توی یک اتاقی زندانیش کرد، منتها در زندان به جایی که در باشه یه دیوار گذاشت که اون از گرسنگی و تشنگی بمیره. علت این بود که فکر کنه این جانشین خداست، میترسید یه اتفاق بدی بیفته، میترسید مثلا طوفان بشه، سیل بشه، زلزله بشه، آتش از آسمون بیاد. اینی که میخواست یواش یواش بمیره، ببینه که هر جا مرحله خطرناکی رسید جلوشو بگیره، و این کاری که به هر حال هولاکو خان خلیفه رو کشت. دو ماه هم بغداد رو محاصره کرد و بعد گرفت کشت. وقتی که خلیفه رو کشت، در نتیجه حالا من تاریخش دقیقش تو مقالم هستش که الان من حافظم ضعیف تو این جور چیزا، برای 900 خورده ای بود. وقتی خلیفه رو کشت، در نتیجه دیگه اون عثمان توی آسیای صغیر فرمان روا شده بود، البته به عنوان کارگزار خلیفه، به عنوانی که مأمور خلیفه است و برای خلیفه خراج میفرستاد و پولا رو جمع میکردن، یعنی دوکر خلیفه بود. وقتی خلیفه مرد، عثمان گفت من خودم خلیفه هستم، چون دیگه اونجا قدرت کافی رو آورده بود. حالا چه جور شد این ترک ها، عثمان که ترک بود و اون ترکایی که باهاش اومده بودن که سردارش عثمان که تنهایی نمیتونست بره اونجا رو بگیره، یه سپاهی داشت دیگه، اون سپاهی که باهاش اومده بودن اونجا بودن، از سال 900 میلادی تا 1900 میلادی، خب تقریبا میشه 1000 سال دیگه، ولی دقیقا 800 سال، 800 سال عثمانی ها در ترکیه خلافت کردن. این وقتی که این عثمانی ها در ترکیه خلافت کردن، مردمان ترکیه که نیمیشون رومی بودن نیمیشون ایرانی بودن، یا باشه همشون شدن ترک زبان، بلد این که همیشه ملت ها میخوان با اون قوای مهاجمی که پدرشون در برده دوستی برقرار کنن که کمتر پدرشون در بیاره. و یکی از راه های دوستی اینه که زبان اونو یاد بگیریم. اگر روس ها اومدن کشور ایران رو تصرف کردن، ایرانی ها سعی میکنن روسی یاد بگیرن، با این حاکم ها بتونن صحبت کنن که ضررشون رو یه جوری جلوشو بگیرن کمتر بشه. اونا هم شروع کردن به ترکی حرف زدن، یواش یواش زبانشون برگشت ترکی شد. حالا شما برید توی قاهره، ببخشید توی آنکارا، یا برید توی استانبول، یا برید توی ازمیر، یا جاهای مختلف، یا دیار بکر، یا ارض روم، برید به نفر بگی آه تو ترک نیستی، که ممکنه که یه تنبیه بدنی، درگیری بدنی بشه و بسیار عصبانی خواهد شد، گفت من ترکم، تو چه به من توی میکنی، من ترکم. و هیچ فکر نمیکنه بابا این 800 سال پیش ترک نبود که، حالا ترک شده. خب در اینجا هم
همونطور که در کشورهای مثل مکزیک و گواتمالا و پاراگوئه و اوروگوئه و این کشورها، اونی که یه ذره صورتش روشن‌تره، موهاش روشن‌تره، قدش یه ذره بلندتره، تفاخر میکنه میگه من اسپانیایی هستم، در حالی که اسپانیا پدرش در بردن. این ترکم توی ترکیه میگه من ترک هستم، در حالی که اون اسپانیا اومدن پدر اینا رو در بردن. این وضع ادامه داره و من در ادامهش میرسم به یه جایی که اونجا میترسم شما هستم اصلا با من بد بشه، بگه این مینویی چرا به مقدسات ما توهین میکنه. حالا برگردیم یه چیز دیگه بگم. در خبرها اومده بود که از آبگوشت نظری یه دی زیادی مسموم شدن، یه دم کشته شدن. حالا جریان چی بوده؟ طرف یک آبگوشتی درست کرده، منتها زودتر درست کرده از روز مثلا روزی که معین بوده، مثلا میخواست سفارش کنه اول ماه محرم بده یا میخواست پنجم محرم بده، زودتر درست کرده. بعدم خب هوای تهران گرمه دیگه، گفتم بذار یخچال فلان، گفتم این قابلمه به این بزرگی، این دیک عظیمو چجوری بذارم تو یخچال؟ عقلش هم نرسید که آقا یه مقدار یه در بذاره روش، پلاستیک بذاره، یه مقدار یخ بذاره روش، یا یه مقدار یخو بذاره توی پلاستیک با کیسه ببنده بذاره توی اون. یه کار اینجوری هم نکرده. دیدید ماهی فروشی ها همیشه یخ میریزن، ماهی رو میذارن توش، دوباره روش یخ میریزن، کله ماهی بیرونه. ولی اون این کار رو نکرده. بعدم گفته که امام حسین خودش چیز میکنه، حفظ میکنه، اصلا آبگوشت امام حسین خراب نمیشه. یعنی امام حسین میکروبایی که میدن تو آبگوش، امام حسین میاد دونه دونه اونا رو با چی، با پنس میگیری میکشتشون. امام حسین اگه یک کاری میتونست بکنه، یک کاری میکرد که خودشو شمر نکشه، یک کاری میکرد که پسراش نکشن، برادرش نکشن. اگه قدرتی داشت که خودش نجات میداد. من نمیدونم این آقای خامنه ای که دستش خودش عیب داره، معیوبه، بعد میبرن مردم نجات بده مردم. آقای خامنه‌ای خودش مریض میشه، صد تا دکتر میاره بالا سرش. چرا خودش مریض میشه؟ خودش به خودش اینطوری نمیکنه. پاپ اون پاپ دو تا قبلی، ژان پل دوم، پارکینسون داشت، اینطوری میشد، مردم بچه‌ش میمردن، این پاپ اینطوری میکرد. یعنی خوب بشه بچه. بابا این یک بلد بود، آخه این کله چیه اون تو گذاشتن؟ این مگه سلول نیست؟ مگه این موجود زنده، سلولای زنده متفکر نیست؟ مگه این خاک عرس اون توه؟ خب این میتونست تو این کدر کنه، این خودش نجات میداد. برحال اینم آبوش نظری. خب من باید استفاضی داشته باشم از آقای امیدوار که برنامه رو در اتاق فرمان این کارگردانی فنی میکنن به منزل شما عزیزان میفرستن، از آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران که همیشه برنامه منو همزمان از رادیوی خودشون پخش میکنن. رادیوشون اگه بخواید برید، باید برید www.k که علامت رادیو هست، چون رادیو ایران هوستون تگزاسه، پس rihd.co/.com میتونید برید. و همینطور آقای پارسا سوربی دوست عزیزم مدیر تل مردم تیوی که این برنامه رو همزمان روزهای چهارشنبه پخش میکنن و در طول هفته و در آخر هفته تکرار میکنن. سپاس بسیار زیادی دارم از شما عزیزانی که پای این برنامه میشینید، سپاسگزارم. همیشه کوشش همینه که وقتی پا میشید یک فکری، یک اطلاعی، یک تجربه، یک چیزی که بهش فکر کنید توی ذهنتون اومده باشه. اینطوری نباشه که همینطور نگاه کنید، ما همینطور بگید خوب صحبت کرد، خوب چی گفت، نمیدونم چی گفت ولی خوب صحبت. اینجوری نباشه. یه زوری آقای توکلی رو بگیرم، یه اعلامیه‌ای رو که مربوط به اصطلاح سرهنگ صدا جناب هوشنگ وزین هست، برای شما بخونن ایشون. بله، همیشه آنچنان است که اینچنان می شود. بله، من به آقای توکلی میگم عزیز من دستنام، من که دستیار ندارم که یه نفر بیاد بگیره
بعد بگم بگیر آقای توکلی رو بگیر بده به من صحبت کنم، من باید خودم بگیرم. من پرویز مینویی، درود بر شما. درود بر شما جناب مینویی، حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم جناب توکلی. اون اعلامیه جناب سرهنگ و هوشنگ وزین رو اگه لطف کنید بخونید، رهبر سازمان سرباز، خیلی ممنون میشم. به شرطی که رادیوتون هم خم کنید، لطف کنید. رادیو را اصلا بستم. خوب کاری کرد، خوب کاری کرد. به یاد و به نام سربازان سرباخته پایگاه شاروخی بوجه، مثل این که جناب مینویی قبه میخونم دعایشن. به یاد و به نام سربازان سرباخته پایگاه شاروخی بوجه، سازمان سرباز روز یک شنبه 25 نوامبر 2015 از ساعت اکتبر، آقای اکتبر یا نوامبره؟ اکتبره. بله خواهش می‌کنم. بس از نو میخونم آقای. بله مینویی، یک صدایی هم من میشنوم، خواهش میکنم صدا را من اگر صدای دیگر هست ببندیم. بله صداتون میشنوام، صداتون میشنوام. بله به یاد و به نام سربازان سرباخته پایگاه شاروخی سازمان باز روز شنبه 5 اکتبر 2010 از ساعت 3 تا 6 از نیم رو مراسم جسته با ازدرایی جسته برگزار مود. ورود به همه آزاد است. محل برگزاری بلیل کانوباف واقع در 63 هست کانوباف یو. تلفون یه آگه 210-987-90-63. یه بار دیگه تلفن رو بفرمایید. تلفن برای ایریا کد 310-987-90-63. من آقای مینویی از همیهنان گرامی درخواست میکنم که با استقبال پرزور خود از این مراسم میهنی استقبال کافی بکنن، میهن پرستی خودشون رو نشون بدن. این سازمان باز سرهنگ ستاد پوشنگ وزین رو من به سر ازش گذارم همه زن تو گذاشت های میهن آزاد. سپاسگزارم جناب توکلی عزیز، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار پاینده ایران. خدا ما رو نگه نمیداره والله. میگن یه نفر یه دوچار مشکلی شده، بدبختی افتاده، افتاده یه گوشه ای، یه بلایی داره سرش میاد، یه سری رد میشن میگن خدا به دادش برسه، اما یکی رد میشه میگه بریم به دادش برسیم. اونی که میگه بریم به دادش برسیم اون یک کاری میکنه، اما اونی که رد میشن میگن خدا به دادش برسه هیچ کاری برای اون شخص نمیکنن. خدا به داد کسی نمیرسه. ببینید اون خدایی که به قول اون چیزی که آقای آلبرت انشن منصوبه، حالا یه آقای کوهن میگه من قبل از ایشون گفتم، حالا به هر حال میگم منصوبه، یعنی من نمیگم آیشون گفته، میگن که ازش پرسیدن تو خدا رو قبول داری؟ آقای انشن کلیمی بود دیگه، تو خدا رو قبول داری؟ گفت من اون خدایی رو که موسی ساخته قبول ندارم. میدونید اون خدایی که موسی ساخته یعنی همین، یعنی برو دست علی به همراهت، برو خدا نگهدارت، بلا خدا تو رو حفظ کند. این قبول ندارم، این خداییست که موسی ساخته که این کارا رو میکنه، ولی اون خدایی که موسی رو ساخته قبول دارم. یعنی گفته که من قبول دارم یک آفریدگاری بوده که همه جهان از جمله موسی رو ساخته، ولی اون تصوری که موسی از اون خدا میکنه که تو خوبی کنی خوبی میده، خوبی کنی بهشت میری، بدی کنی جهنم میری، نامه اعمالت میرسن، نمیدونم فلا، اینا همه ساخته موسی و عیسی و محمده، همچی چیزی وجود نداره. خب حالا بیم من بس، بنابراین
متوجه شدید که سازمان سرباز که رهبر سازمان سرباز جناب سرهنگ ستات موشنگ وزین هستن در هتل هیلتون کانوگو پارک روز یک شنبه 3 تا 6 یک برنامه شایسته که پذیرایی شایسته از شما میشه، ورودم برای همه مجانی و رایگانه. برای اونجا سخنرانان بسیار خوبی مطابق معمول دعوت میکنن جناب سرهنگ و برشون بلیط میفرستن، برشون هتل میگیرن، ما رو همیشه از قلب میندازن و مسئله ای نیست. به هر حال در اونجا برید و پذیرایی بشید و به یاد این جانباختگان باشید. میدونید که در اون پایگاه شاهرخی و اون قیامی که به قیام نوژه معروف شد، یک عده افسران شجاع و غیور و جانباخته تصمیم گرفتن که از هوا و زمین حمله کنن و اون برنامه خمینی رو هنوز تا پا نگرفته از ریشه از بین ببرن. و یکی از این افراد گویا به مادرش میگه و مادرش قسم میکاره من خونم رو حرامت میکنم، عاقد میکنم، وقت میکنم، بقت میکنم، چقت میکنم، بعد بری اینو بگی. حالا میره میگن رفته با آقای خامنه ای، اون موقع امام جمعه تهران بود، گفته. بعضیا میگن به کسی که برحال یه نفر رفت لو داد و وقتی هم لو داد همه لو نرفتن، یه سری مثلا فرض کنید که رفته بودن دسفول دیدن که اوضاع خرابه برگشتن هیچ کم نگرفته شون، یه سری مثلا یه سری گرفتار شدن. از جمله‌ای که دوستان من به نام سرهنگ رحمت الله خلیفه سلطانی گرفتار شد که خب متاسفانه کشتنش دیگه. و تلفن اون محل رو اگه کسی بخواد اطلاعاتی بگیره، اون تلفن رو آقای توکلی گفتن هم هست 610-987-9063 که میتونید به اینجا اگه اطلاعی میخواید بگیرید خبر بگیرید. ببینید من در دو برنامه گذشته گفتم خطراتی کره زمین رو مورد تهدید قرار میده، منتها ما انسان ها همیشه همینطوریم، یعنی تا خطر نیاد یخمون نگیره ما خطر رو احساس نمی کنیم. زمین داره گرم میشه، علتش یعنی یکی علتاش که شناخته شده است انسان ها هستن که هرچی نفت و زغال سنگ و فسیل و اینا از میلیارد ها سال در کره زمین جمع شده برای به سرعت دارن در میارن میسوزنن. خب وقتی میسوزنن گرما ایجاد میکنه دیگه، گرما که ایجاد میکنه خب زمین گرم میشه. این همه اتوبوس و قطار و هواپیما و کارخونه و اینا خب معلومه که کره زمین گرم میشه. برای این گرم شدن این لطمه میزنه، یعنی الان من تو گورا میادم گفت این ماه سپتامبر گذشته که الان توی اکتبر هستیم، سپتامبر گذشته گرمترین سپتامبر در تاریخ کره زمین، همیشه میگن از زمانی که حرارت ها رو ثبت میکنیم. مثلا 200 سال پیش کسی اندازه نمیگرفته ببینه هر روزی چقدر صبح زور شب عددهای درجه حرارت حساب کنه، شاید مثلا از 70 سال پیش دارن امریکایی ها حساب میکنن که از زمانی که اینها رو داریم حساب میکنیم این گرمترین بوده. خب گرم کردیم بوده، سال دیگه گرمتر دیگه میشه، سال دیگه گرمتر میشه، پس باید یه فکری برای این کرد. البته خیلی راحت به من چه بزا فکر دونه دیگه بکنم، مگه من دولت امریکا هم که فکرشو بکنم، مگه من کیم که فکرشو بکنم. خب شما فکر کنید دولت امریکا چی میگه؟ دولت امریکا میگه مگه من سازمان ملل هم فکرشو بکنم. سازمان ملل چی میگه؟ سازمان ملل میگه مگه من همه کاره دنیا هم که این فکرشو بکنم. هر کس میاد یه حرفی میزنه. پاپ، اولین پاپ فرانسیس که اولین پاپیست که اسپانیشه و در واقع روشن فکرترین پاپیست که تا حالا من دیدم، اومد درباره محیط زیست، درباره زندگی مردم، درباره دارایی، درباره فقر، درباره اینجا صحبت کرد که نگفتن پاپ کمونیسته. آقا پاپ میگه اینجا مثل اونورتر کانادا هر کی پول نداره دولت اجارهش میده، چیزی نیست که. آقا من حقوق دولتی میگیرم،
حقوق دولتی من مثلا ماهی 800 دلاره. من با ماهی 800 دلار نمیتونم که خونه اجاره کنم ماهی 1800 دلار که. دولت به من یه خونه میده، به من میگه تو فقط 500 دلار بده. 500 دلار بده، پول آب و برق و مینتیننس و نمیدونم اینا همش هم مجانیه. خب زندگی من کمک میکنه دیگه. اگر در سوئد کسی میخواد بچهش بذاره کودکستان، پول نداره، دولت پول کودکستان چی میده؟ چون کودکستان مجانی نیست در سوئد. دبستان و دبیرستان مجانی، ولی کودکستان باید پول بدی. دانشگاه هم باید پول بدی. مثل ایران نیست که از کودکستان تا دکترا آقای محمدزاشا مجانی کرد. الو، گوشی داشته باشید یه لحظه. جناب سربی عزیز، مدیر مردم تیوی، لطف کردی که اومدی تو برنامه، به همه داریم گوش میدیم. بردود من ممنونم از شما. سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان شما. و ما وقتی شما برنامه داری گاهی وقتی یه چیزایی میگی که از خنده دلدر میگیرم. فکر کنم به زودی این خرج دکتر و دلدر و اینا رو باید براتون بفرستم، از اینا رو ازتون بگیرم. صورت چه بفرستید؟ راجب این خدا نگهدار، شما کاملا درست میگی. اینایی که وقتی یکی افتاده رو زمین میگن که خدا بیاد کمک کنه و فلانا، واقعا دروغ میگن و کسایی هستن که خودشون هم میدونن که کاری انجام نمیشه. من یه تجربه شخصی خودم دارم. یکی از دوستامو هر وقت کامپیوترش اشکال پیدا میکرد، چون فکر میکرد من بیشتر از اون بلدم، به من تماس میگرفت و ما نیم ساعت، یه ساعت، یه ساعت نیم وقت میذاشت. آخرش وقتی که به هم میگفت که خب درست شد و بعدا بریم و اینها، ایشون میگفت که من از خدا میخوام که شما هرچی میخوای بهت بده. ما دو سه بار هیچی نگفتیم، منتظر بودیم که خب این یه بار 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار، یه نهاری، یه شامی. یه دفعه دیگه خیلی ناراحت شدم، بهش گفتم شما واقعا به خدا باور داری؟ گفت بله. گفتم لطف کن دفعه دیگه به من زنگ نزن، کامپیوتر که خراب شد با خدا تماس کن. یکی دیدم که آقای توکلی زنگ زدن راجع به یه برنامه گفتن، درست متوجه نشدم وام بود، اکتبر بود، شنبه بود، یه شنبه بود، 25 میشه فهمیدم، یک شنبه 25 اکتبر. بله بله، منم چون مثل شما اینجا دست تنها هستم، به قول معروف خودمون برنامه سازی، خودمون کارگردانی، خودمون درست مثل کارمندان بانک صادرات همه کار هستیم. بله. دوستانی که مثل ایشون میخوان یه چیزی رو بخونن، من پیشنهاد میکنم شما بهشون بگید روی پیامگیر شما پیام بذارن. من شما با پیامگیر که پخش میکنید، اولا پیامگیر تلفنش اسپیکرش بزرگتره، بهتر میاد. بعد دیگه این اشکال همون موقع همزمان، مثلا چون ایشون به شما میگفت که اونجا یه صدایی میاد، صدا رو کم کنید، ولی به نظرم که ماشاءالله ایشون چاپ شده، لپش میخورد رو این تلفن و خود شماره میگرفت. حالا بعدم فردا من نوار اینا بذارم. نه نه، همیشه ارتباط خوب بود، امروز هم چطوری بود؟ ارتباط قطع میشد. چاپ شده آقای طلا، چاپ شده، لوپش شماره ها رو هی میگرفت داری قطع وزد میشد. بله بله، صورت فکر کنم چون شما از اسکین باکس اینا استفاده میکنید، موقعی که تلفونتون استفاده میکنید اونم رو اینترنت، و اینترنت هیچ وقت شما نمیتونید 100% مثل سیم و وایر و اینا بشه چیز کنید. به خاطر همین پلیس و آتش نشانی همیشه پیشنهاد میکنه شما لندلاین داشته باشید برای مواقع ضروری. ببخشید من طولانی صحبت کردم. خواهش میکنم. ممنونم از شما که هم با این برنامهاتون آگاهی میدید، هم گهگاهی ما رو میخندونید با این چیزایی که حقیقت محضه و میگن که حقیقت رو در قالب تن اگه به مردم بگید بهتر و بیشتر قبول میکنن. مرسی. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون. مرسی. خیلی متشکر جناب صاحب. شما هم خوب کلی آگاهی دادید. مرسی. ممنون. بعد داشتم میگفتم که این گرمای زمین نمیشه همینطوری نشست نگاه کرد. ببینید باید یک کاری کرد. هر کسی به نوبه خودش میتونه یک اقدام کنه. همین که به دیگران بگید آقا به فکر باشید، همین که یک تجهیزی بشه، یک ندای بشه، خودش بسیار میتونه اثر کنه. ببینید یکی از اثرات گرما، اثر فرعیش اینه که یخهای کوههای بلند مثلا دماوند خودمون، مثل کوههای ایورست، اینا یخچالای دائمی دارن و در قطبهای شمال و جنوب هم یخچالای دائمی هست. یخچالای دائمی یعنی تابستون هم اینا یخش آب نمیشه.
الان اینا داره کوچک میشه، یعنی هی یه مقدار زیادی حجم یخ در سال کم میشه. وقتی حجم یخ کم میشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آب اقیانوس ها میاد بالا. البته ممکنه آب اقیانوس میاد بالا مثلا یه سانت بیاد بالا، سال دیگه یه سانت دیگه بیاد بالا، ولی در عرض 50 سال ممکنه یه متر، دو متر، سه متر بیاد بالا، باید شهرهای بسیار زیادی رو زیر آب بگیره. خب برای این کار ببینید، یکی از کارهایی که قبلا هم پیشنهاد شده بود، ببینید کویر ایران یک فلاتی است، یعنی یک مثل کاسه‌ای میمونه که دورش کوه است و وسطش کوه بوده، اون کفش از سطح اقیانوس‌های دنیا فقط 27 متر بالاتره، یعنی اگر آبی رو پمپاژ کنن 27 متر میاد اونجا جمع میشه. و یک مهندسی بود ایرانی پیشنهاد کرده بود، گفته بود که ما از خلیج فارس کانال بکشیم، مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر کانال بکشیم، آب تو اون کانال، آب خلیج فارس بیاد تو اون کانال، از اونجا یک در یک فاصله بالاتر مثلا در 10 متر ارتفاع بالاتر زمین اونجا رو یک کانال دیگه بشیم، آب این کانال از اینجا پمپ کنیم تو اون کانال، و همینطور همینطور، و بعد وسایلی بذاریم کشتیرانی، قایقرانی، وسایلی بشه که قایق از این کانال پایینی ببره بالا، بذاره کانال بالایی، و همینطور هم یک وسط راه دریاچه‌ای درست میشه، راهایی میشه، همین که یک مقدار آب رو در اینجا نگهداری میکنه، همین که یک مقدار باعث متعادل شدن رطوبت هوا و بهتر شدن هوا در اون مناطقی میشه که این جزیره ها و کانال ها وجود داره. حالا من براتون یک چیزی بگم از شهر هوستون. میدونید که من که الان خدمتون برنامه رو تقدیم میکنم در شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس در امریکا برنامه رو تقدیمتون کنم. شهر هوستون بارانای بسیار شدیدی گاهی میاد، مثل بندر عباس خودمون که یه دفعه باران میاد، مثلا من یادم میگه دو سه دفعه اونجا یه دفعه که باران میگرفت اصلا خیابون آب برمیداشت. اینجا هم اینطوریه، وقتی باران میاد به قول خودشون میگن فلاد میشه، فلاد یعنی سیل میشه. ما در ایران سیل رو یه جوری دیگه تصور میکردیم، سیل در تهران این بود که آب از کوه میاد، مثلا یه دفعه همه آب‌ها جمع میشن با هم میان، یک رودخانه ناگهانی از این میاد و یه چیزی داره میبره سر راج، اونو ما گفتیم سیل. ولی در اینجا سیل به این میگن که ارتفاع آب میاد بالا. در اهواز سیل به همین میگفتن، وقتی سیل میاد یعنی ارتفاع آب میاد بالا، رودخانه کارون آبش میومد بالا، میومد زمین ها اطراف میگرفت میومد بالا. مثلا شما تو اتاق خوابتون خوابیده بود، دستتون آویزون بود، دستتون تلپ تلپ میخورد تو آب، آب بالا. حالا در هوستون همین شکلیه. حالا دولت اومده، شهرداری اومده، قانونی گذاشته، گفته هر کس مثلا فرض کنیم که 10,000 اسکوئر فیت، 10,000 اسکوئر فیت میشه 1,000 متر مربع تقریبا، البته هر کس 1,000 متر مربع زمین داره میخواد بسازه، باید یک بخشی از این رو به شکل دریاچه درست کنه. یعنی شما مجبورید برای که یک زمین بزرگی دارید، زمین های کوچیک البته منظورید، ولی زمین های بزرگ، یعنی مثلا یک زمین بزرگی دارید، مثلا یک هکتاره یا یک اکره یا دو اکره، میخواید اینو به قول خود اینا انولوپمنت کنید، یعنی تأسیسات توش درست کنید، خونه سازی کنید، باغ، فروشگاه درست کنید، پمپ بنزین درست کنید، اینا درست کنید. دولت میگه که شما اینو نصفش رو باید گود کنی، دریاچه کنی و اون بقیه رو ببری بالا، یعنی خاک این تیکه گودو بیاری بکنی، این بقیه رو خاک بذاری که کمی بیاد بالا آبا، یعنی این دیگه اون چیزی که میسازی از سطح معمولی بالاتره دیگه، سیل نمیگیره، آب اونو نمیگیره. اما آب چرا تو این دریاچه جمع بشه؟ برای که وقتی همه آب ها با هم میخوان برن توی اون لوله های آب فاضلاب، اون گنجایش نداره. شما هر چقدر فاضلاب بزرگ درست کنید، باز بارون گاهی از اون حجم بیشتره، ولذا این آبی که تو اینجا جمع میشه یواش یواش بره اون تو طی مدتی و یه مقدارش هم بمونه اون تو، همینطور دریاچه باشه. و میبینید که اگر در هوستون مسافرت کنیم، میبینید مثلا یه رستوران ساختن پشت یه دریاچه است، گاهی آدم تعجب میکنه چرا پشت این دریاچه گذاشتن، چرا آب اینجا جمع شده، ولی آب به دستور شهرداری هوستون اونجا جمع شده. حالا همین مقیاس بزرگ در کشورهای مختلف، هر جا گودی هست اونو پر از آب کنن. خون بسیار هم لطافت هوا رو باعث میشه، هم درجه حرارت رو یه مقدار متناسب تر میکنه، چون میدونید آب
حالا از بحثای چی میشه. ببینید وقتی که شما یک بادهای منظم ساحلی است، بادهای منظم ساحلی چجوریه؟ همیشه در شب باد از دریا به طرف خشکه، مثل که برعکس گفتم، همیشه در شب، در روز اول بگم، همیشه در روز باد از طرف دریا به طرف خشکه. چرا؟ برای که آفتاب که میتابه هم به آب میتابه هم به کوه میتابه. کدوم زودتر داغ میشن؟ کوه زودتر داغ میشه. آب ذریب حرارتیش بسیار بالاست، یعنی یک گرم سنگ میخواد مثلا گرم بشه یه مقدار حرارت میگیره، یک مقدار آب همون حجم آب بخواد گرم بشه و ده برابر حرارت میگیره. پس بنابراین سنگ زود داغ میشه و آب دیر داغ میشه. پس درنچه کوه گرم شده و دریا هنوز سرده. پس بنابراین هوای سرد همیشه به طرف هوای گرم میره، چون هوای گرم میره بالا دیگه، وقتی هوا گرم شد میره بالا، جاش خالی میشه، هوای سرد میاد. پس در چه شما همیشه میبینید در روز از دریا به خشکی جریان هوایی هست. در شب برعکسه، چون شب کوه زود سرد شده و حالا دریاست که گرمه، و دریا چون گرمه هواش رو به بالا میره، هوای کوه که سرده و سنگینه میاد جای اونو میگیره. پس از طرف خشکی به طرف دریاست، یه همچی چیزی جریان آبی هست. خب این جریانات هوایی باعث میشه که یه مقدار لطیف‌تر بشه، یعنی هوا همیشه در کنار دریاها هیچ وقت هوا آنچنان داغ نمیشه. شما مثلا فرض کنید که مثلا مثال میذارم، اگر به مدارها نگاه کنیم، فرض کنیم همون بندر عباس بسیار جنوبی تر به قطب به خط استوا نزدیکتره، در حالی که مثلا قم به خط استوا دورتره، ولی قم بسیار داغتر میشه تا بندر عباس، چون بندر عباس کنار دریاست. پس بنابراین اگه همینطور آب پخش بشه، این حالت تعدیل میشه، و تعدیل که شد ضمناً یک مقدار حجم آب از اقیانوس اومده توی خشکی ها، اونجا هم زیبا کرده، هم خوب کرده، هم ماهیگیری درست کرده، هم قایقرانی درست کرده، همین که هوا رو لطیف کرده، و بسیار کارهای دیگه میشه کرد که باید انجام داد. البته باید فکر کرد و انجام داد. اجازه بدید که از بیداری براتون بخونم. ببینید مجله بیداری رو آقای سیاوش لشکری درست میکنه. اخیراً هم یه دونه خردنامه بیداری به این شکل درست کردن، بسیار زیبا و به این شکل با به اصطلاح چیز فنری و به شکل خیلی خوب. ببینید این خردنامه بیداری اینطوری نیست که مثلا داستان فرض کنیم که تاریخ ساسانیان نیست که شما باید اول مثلا اردشیر و بابکان رو بخونید، بعد مثلا این بعدی رو بخونید. این تیکه تیکه است. پس هر جاش شما واکنید یه تیکه قشنگی داره و میتونید بخونید، و به خصوص سر تا پاش تفسیری است از قرآن، آیه هایی نوشته که شما ممکنه این آیه ها رو قرآن رو ببینید. قرآن مثل همه کتاب های آسمانی دیگه، وقتی میخونید خوابتون میگیره، یعنی وقتی میخونید هر چقدر بخواید حواستون رو جمع کنید. قرآن عربی رو بخونید که نمیفهمید، قرآن فارسی رو میخونیم، قرآن فارسی رو میخونیم، دو خطش حواسمون جمع میکنیم، بعد یواش یواش میخونیم، ولی حواسمون جای دیگه است. چرا؟ چون همش میگه همونطور که گفته بودیم، بنابراین جهنم خیلی بد است و خدا قادر است و توانا است و شما میدانید و کارهای خودتان فلا فلا، هی اینا تکرار 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 تکرار، مطلب یک نواخت و خسته کننده میشه، آدم یادش میره. اما یه سری آدما هستن میان میگردن لای این قرآن، لای اون جملات خسته کننده و خواب آورش میگرن، اون اسارش رو در میارن، اون اسارش و جوهرش رو در میارن، و چون اون جوهره میذارن برای شما میگن، مثلا به عنوان مثال به شما میگن سوره ابراهیم آیه 4 میگه من بر هیچ قومی پیغمبری نگماردم مگر از خود اون قوم و به زبان همان قوم. خب اینه که همینطوری ساده که نمیگه، بعدش میگه و خدا داناست و تواناست و کارهای شما را آگاه است و شما کار بدی بکنید به جهنم میروید. اینو چند دفعه میگه؟ هزار دفعه. اینه که شما وقتی اینو میخونید یک اطلاعات کاملی در این مورد به دست میارید. ببینید فردوسی بزرگ میگه توانا بود هر که دانا بود، واقعا حرف درسته. در
جنگ های سنتی هر کی زورش بیشتر بود. الان امروزه وقتی بحث میکنیم جنگ بحث، جنگ بحث، جنگ گفتاره و هر کس داناتره، آگاهتره، در اون گفتار پیروزتره و لذا شما باید آگاهی خودمون رو اضافه کنید. خب این که از این خردنامه بود، زنگ بزنید به آقای سیاوش لشکری، اینو سفارش بدید، این جلد چهارمی که داره در میاد و قیمت روش ننوشته یا این که منوشته من پیدا نکردم. ببین اینجا نوشته که باهای مورد نیاز و ضروری این کتاب $35 در امریکا، باهای واقعی اصلان باهای واقعی و اصلی آن قیمت خون پدران و مادرانمان، خون فرخزادها، آریامنشها، کسرویها، کرمانیها، حلاجها، نسیمیها، مازیارها، ابو مسلمها، خرمدینها، رازیها و میلیون و میلیون ها تن از نیاکان و همیهنان قتل عام شده ما در شهرهای نیشابور و استخر و کرمان و دامغان و فارس و قم و آذربایجان و سرخس و ناوند و در سراسر ایران. ببینید حالا که اینا رو ایشون گفتن، من براتون بگم بعضیا هستن، ببینید من همیشه میگم بعضیا نقدشون رسوب داره، بعضیا رسوب مکه رو داره، بعضیا رسوب مسکو رو داره. خواهش میکنم ازتون، شما رو به وجدانتون، شما رو به ایران قسم میدن این رسوبا رو از مغز خودتون پاک کنید. بذارید اینطوری، اونا که رسوب مکه دارن میخوان همه چیزشون رو بدن به مکه، هر سال پولاشون برن اونجا خرج میکنن، میدن به عربا، عربا هم یه لقد بهشون میزنن، میدونید لقد میزنن، واقعا میدونید چی میگم، مثلا میرن سامره میخوان برن اون چای که تو امام زمان بوده، یارو عربه، من نرفتم البته هیچ وقت این کارو نمیکنم، دوستان که رفتن میگن، میگن کله یارو میگیره اون تیک میکنه اون تو، میگه پول بده. یعنی همونجوری که داری امام زمانو تماشا میکنی که هیچ چیزی نمیبینی، باید یه پولی هم بده کف اون یارو که ولت کنه. این کارو با توهین میکنه. ببینید من عرب ستیز نیستم، من مخالف نجات پرستیم، ولی با توهین مخالفم. هیچ کس حق نداره به یه نفر دیگه با توهین حرف بزنه. توهین با توهین حرف زدن یک نوع شکنجه است. ما میریم پولمونو میدیم اونجا، یا اگر رسوب مسکو داریم میگیم منافعمونو بدیم به مسکو. آقای احسان تبری توی روزنامهش نوشته بود که ما باید قبول کنیم که اتحاد جماهیر شوروی در ایران منافعی داره. چه منافعی داره؟ مگه ما توی اتحاد جماهیر شوروی منافعی داشتیم؟ چرا اون باید منافع داره؟ این که چیه؟ رسوب مسکو نشسته تو مخش. این رسوبا رو پاک کنیم. اجازه بدید که یه تیکه از بیداری میخونم. پدر احمقی که ترجیح داد دخترش غرق شود ولی نامحرم نجاتش نداد. حالا من براتون تعریف میکنم، یک آقای عربی با بچه هاش با خانوادهش میرن کنار دریا، بچه هاش میرن تو آب که تفریح کنن، دختر جوانش تو آب در حال خفه شدن بوده، دو تا مرد نجات غریق که حقوق میگرفتن که غریق اونی که داره غرق میشه نجاتش بدن، تصمیم میگیرن برن اینه نجات، تا میبینن دست پا میزنه میدوند. وقتی میدوند به طرف اون دختری که داره غرق میشه برن، پدر که اتفاقا قلم هیکل دار بوده این دو تایی رو میگیره، یخ نداری به دختر من دست بزنی. میدونی چی میگه؟ میگه شما نامحرمی دست بزنید به دختر من، این توهینه به ماست، بذار غرق بشه. ببینید این رسوم مکه است. در دنبالش بیداری یک مطلب دیگر رو نمیشه، نمیشه که در یک جایی بخونم براتون اینو، در پاراگوئه مسیحی، در پاراگوئه مسیحی یک ناپدری به دختر 10 سالش تجاوز کرده و دختره حامله شده و
سزارینش کردن بچه به دنیا آورده، دختری هیچ کسی نداره، دختر الان 11 سال یه بچه داره، خودش بچه است یه بچه داره، مادر و پدرم نداره، اون پدر ناتنی داشته، نمیدونم مادرش، حالا فقط مادر بزرگش از این نگهداری میکنه. ببینید این اسلامی، این همه دینا همینطوری مخار خراب میکنن. در آخر این ماجرا پرسش این است، بیمارها مذهبی میشوند یا مذهبی ها بیمار هستند؟ پرسش اینه، بیمارها مذهبی میشوند یا مذهبی ها بیمار هستند؟ پرسش نوجوان 14 ساله از ایران، آیا مسلمان ها انسان های بدی هستند که اسلام به چنین روزی افتاده است؟ یا عیب در خود اسلام است که مسلمان ها به چنین روزگاری گرفتار شدند و همشان در عقب ماندگی و مهاجرت از خاک و زندگی طبیعی قوتورند؟ اگر مسلمان ها انسان های بدی هستند و اسلام به ذات خود عیب ندارد عیبی، چرا این دین نتوانست مسلمان ها را تربیت و عوض کنند؟ اگر اسلام معدن بدی ها و کسری ها و بدبختی هاست، چرا مسلمان ها خود را از دست اسلام نجات نمی دهند و خود را به آتش این دین انداختند؟ چرا هر جا مسلمانی رواج است، رواج دزدی و کشتار و باج است؟ قاسم مدنی، تهران. جواب بدید آقای اینو مسلمان ها، این سوال جواب بدید. شما هر کشوری برید، محله مسلموناش فقیرترین، گداترین، کمسوادترین، فاسدترین هم. شما برید هند، برید ببینید پارسیان هند کجا، همه خونه های شیک، لباس های تمیز، ماشین های خوب. حالا برید مثلا محله شیعه رو ببینید کجاست. همه جای دنیا همینطوریه. خب چرا وقتی که مسلمون میشید میبینید همش فقر و بدبختیه، خب چرا دست از این ور نمیدارید؟ بیشتر مردمانی که دوا میخورن زنده میمانن و بیشتر کسانی که دعا میخوانن میمیرن. دکتر فرهنگ هلاکویی. خب چون ما مریض میشید، مثل اون آقایی که کامپیوترش خراب میشه میره ولی آقای پارسا سوربی. خب اگه فکر میکنی خدا خوب میکنه، خب برو بلو خدا دیگه، چرا مزاحم مردم میشی؟ چرا آقای خامنه ای مریض میشه بهترین دکترها رو بالا سرش میارن، میگن توی خونش یه بیمارستان درست کردن؟ چرا با دعا خوبش نمی کنه؟ خب بقیه مطالب بیداری که همش مطالب خوبیه میذاریم برای دفعه بعد، دفعه های بعد. یک مطلبی هست، این الان که میخونم از راه زندگی، مجله خوب راه زندگی، عنوانش اینه، واقعا من دوستف اینو خوندم گاهی عشق به چشمان میامن. کفر نعمت از کفت بیرون کند. هر وقت میرفت زیارت میگفتن داره ریا میکنه. برای پدرش که مرد بزرگی بود یه آرامگاه ساخت، میگفتن ثروت ملی رو خرج قبر باباش کرده. تلویزیون آورد، گفتن ابزار شیطان رو آورده تو خونه های مردم. بلیط های لاتاری هم بود، میگفتن
قرعه کشی و شانسی برنده شدن حرومه. برای رونق بازار تبلیغات میکردن، میگفت داره مصرف گرایی رو ترویج میکنه، ارتش رو تجهیز کرد و شد قدرت منطقه، میگفتن بودجه مملکت رو داره خرج ارتش میکنه. یه جه گرفت که ایران افتاد رو زبان همه دنیا، گفتن ثروت ملت رو خرج عیاشی میکنه. یک مش جنایتکار و قاتل و آدمکش رو زندان کرد، گفتن ظالم است. آزادشون کرد، گفتن چرا نکشتیشون. میگفتن ساواک مردم رو شکنجه میکنه. بعد که انقلاب شد به عقاید مردم احترام گذاشت و رفت، گفتن چرا مردم رو نکشت. تو همه دوران شاهیش کسی اختلاس نکرد، اما میگفتن همه حکومت دزدن. نفت گرون میشد، میگفتن داره همه رو میریزه تو جیبش. نفت ارزون میشد، میگفتن با غرب دست به یکی کرده و نوکر اجانبه. تورم نبود، اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه. تو اکثر شهرها فاحشه خونه بود، اما همسایه کناری کسی فاحشه نبود. کسی تنش رو حراج نمی کرد، کسی کلیهش رو نمی فروخت واسه خرج زندگی. در دوران حکومتش نه دختری اعدام شد، نه به دختری قبل از اعدام تجاوز شد، نه روی کسی اسید پاشیدن، نه چاقو بهش فرو کردن، نه حق مادر و خواهر من نصف بیزه چپ مرد بود، نه کسی رو توی خیابون شلاق می زدن، نه کسی رو به خاطر لباس و غذایی که خورده بود و نگاهی که کرده بود زندان میانداختن. اینها هیچ. تازه کسی که قصد جانش رو هم کرده بود بهش مقام و پست دولتی داد. اعتبار کشور رو و واحد پول ما هم که جهانی بود، همه دنیا تا کمر برامون دلا میشدن. کاخ هم داشت، اما بعد اینکه رفت همه دیدن همچین کاخی هم نبود. خونه بازاری های تهران بهتر از کاخون بود. بله، نامش محمد رضا شاه پهلوی بود. روحش شاد و یادش جاودان. من نمیگم که آقای محمد رضا شاه و آقای رضا شاه آدمای بدون عیبی بودن، ولی هر دو عاشق و فدایی ایران بودن و هر دو زندگیشون برای ایران فدا کردن و هر دو از ناسپاسی ما مردم ایران دقمرد شدن. یه آقاییست به نام قاسم سلیمانی، ببخشید کورش سلیمانی، آقای کورش سلیمانی، ایشون توی یک مجلهی به قول معروف طنز می‌نویسن، اسم مجله هم براتون بگم دیگه، مجله پردیس، یه جوش نوشتن که چند پیش در یک سفر طولانی بغل دست یک مرد یقور هیکل گنده، من یقور یعنی چی؟ از خودتون در رو نانده بود، یعنی که ما سوادمون نمیرسه، یقور هیکل گنده و خشن و خوشتیپ امریکایی نشسته بودن، یعنی منظورشون این که کوسه ریشپن بودن، و حس ششم به من میگفت که باید یکی از تفنگداران باشد. عجب بابا، آقای سلیمانی قربونت دارم، تو همین آدم میبینی میگی تفنگداره. تفنگدار امریکایی یعنی همان یو اس مارین. و جالب این بود که سر صحبت باز شد و ما یک ریز و یک دم با هم حرف میزدیم و من همه حرفای او رو میفهمیدم و او یعنی همون تفنگداری که دست راست من نشسته بود تمام و کمال حرفای مرا میفهمید و جواب میداد، چون که این تفنگدار مدت‌های مدیدی را در ایران و افغانستان و پاکستان زندگی و کار میکرد و فارسی را مثل بلبل حرف میزد و اگر غلط نکنم مخفیانه با طالبان مبارزه میکرد. این تفنگدار به کوهستانی بودن افغانستان و پاکستان اشاره میکرد و میگفت که دهکده ها با هم ارتباط تلفنی و الکترونی ندارند و از هم دور افتادند و 90% مردم آنها هم بی سواد هستند.
و خلاصه آنچه که فکر میکنند همان است که آخوند ده کتاب آسمانی آنها را که همون قرآن باشه هر جوری که میخواسته تعبیر و تفسیر کرده و توی کله اونا گنجونده و خلاصه که قدرت در دست این رئیس ایلها و قبیله ها و این ها نمایندگان الله روی زمین هستن و این تفنگدار تنها راه چاره را آموزش و تعلیم و تربیت مردم این کشورها میدانست و من هم توی دلم گفتم احسن صحیح است مرحبا خوب بلندم میگفت آقای سلیمانی اون ناراحت نمیشد که خوشحال میشد بله خب واقعا در این جمله یک چیز واقعیتی وجود داشت که این واقعیت اینه که توی اون روستاهایی که ارتباطشون کم بود حالا البته الان در ایران ارتباطات زیاد شده ولی مثلا 50 سال پیش 70 سال پیش ارتباط توی دهات نبود هر دهی ارتباطش با دانش زمانه همون آخوندی بود که اون آخوندم محرم سفر یا محرم زوم میامد اونجا توی اون ده یه مدت میمون و مردم ده که بیچاره خرج خودشون نداشتن خرج این آخونده رو میدادن و بهترین غذا رو براش تهیه میکردن گاهی وقتا یه سیغه هم براش میگرفتن یکی از ثواب میکرد یکی از زنها دخترها رو ثواب میکرد میرفت سیغه اون آخونده میشد که از الهاز اونم میامد رو منبر هرچی میخواد میگفت معمولا هم آخونده اکی بیشتر پول میگرفت از اون خان از اون زمیندار پول میگرفت پس بنابراین همه زیر مایه حرفاش هم به نفع خان بود و اگر اسعاره مطالبش رو فکر میکردیم این بود که میگفت شما هر چه در این دنیا بدی بکشید به سودتونه چون اون دنیا خوبی میکشید هر اینجا ظلم ببینید خوبه برای که اون دنیا براتون اینا همه نعمت میشه و اونا که این دنیا نعمت دارن وای به حالشون چون در اون دنیا باید ظلم میکشن یعنی اون دهاتیه که در گرسنگی و فقر زندگی میکرد بچهش جلو چشش پرپر میزد میمرد خوشحال بود گفت اینا این ظلمایی که به من میشه اون دنیا من همش خوبی دارم وای به حال خان که تو این دنیا اینم خوبه اون دنیا پدرش در میاره میکنن تو جهنم باورش میشد بیچاره دیگه بهترین کاری که بکنیم که اون اطاعت کنه از خان و تو اون زمینی که هر 5 سال یه بار محصول میده و این کسی اونجا کار میکنه 4 سال باید گرسنگی و بدبختی بکشه تا 1 سال محصول بده تازه اون 1 سال هم که محصول بده پا میشه به عنوان شکرانه محصولی که بهش دادن میره اون پول خرج اون امامزاده و اون نمیدونم فلان و فلان میکنه اونم عقلش نمیرسه که این نگر داره برای سالایی که وضع بده جمع کنه نگرش میشه یه چیزی بخره فرشی طلایی چیزی بخره که اگه وضعش بد شد ببره اینو بفروشه پول در بیاره یک فیلمی هست حالا من اینو براتون میخونم بذار من یه عکس نشون بدم این عکس کیه به نظر میرسه عکس آقای حضرت عباس باشه تا توضیح میدم براتون جریان چی ببینید جشنواره فیلم بغداد به نمایش فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش افتتاح شد بیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که جابر الجابری معاون وزیر فرهنگ عراق که به حلقه از سیاستمداران شیعه نزدیک به نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق تعلق دارد از تقیه علیقی زاده تهیه کننده و احمد رضا درویش کارگردان فیلم رستاخیز دعوت کرده است که برای نمایش این فیلم در جشنواره فیلم بغداد به عراق سفر کنند. فیلم رستاخیز تحت عنوان القربان در جشنواره فیلم بغداد به نمایش درآمد. رستاخیز خب یک کلمه فارسی دیگه برای عربا مفهومی نداره اینی که اسمش عوض کردن. حالا یه جدیگش خونم در فیلم رستاخیز برای نخستین بار چهره ابوالفضل و علی اکبر
در واقع عاشورا رو نشان داده میشد. این مسئله باعث شد که جشنواره فیلم فجر برخی مراجع تقلید مانند ناصر مکارم شیرازی و وحید ناصر مکارم شیرازی وحید بهزودی من هم یعنی چی در سایه اعتراضات نه وحید من اشتباه منه وحید خراسانی و علوی گرگانی به حجت الاسلام ایوبی رئیس سازمان بنان یه سری آخونده ها اعتراض کردن که آقا نباید چهره حضرت عباس نشون داده بشه ولی اکبر نباید نشون داده بشه. چرا؟ برای چی؟ میگن اهالی یه دهی نامه نوشتن که از طرف مثلا حوزه علمیه برن اونجا مثلا براشون صحبت کنن. وقتی رفتن دیدن یا 15 تا معصوم نوشتن، اسم معصومینی که نوشتن 15 تا شد. چرا 15 تا شد؟ اینکه 14 تا بود. دیدن یه دونه نوشته حضرت عباس، بهشون گفتن که ببینید حضرت عباس جز 14 معصوم نیست، فردای اسم حضرت عباس اینجا وردارید. فردا که اومدن دیدن اسم حضرت عباس ورنشته همونجا هست. به کت خدا گفتن آقا مگه نگفتیم این حضرت عباسه؟ کت خدا گفت آج آقا میدونی مردم این ده به حضرت عباس خیلی علاقه دارن، یکی میشه که دیگر خودتون از اون تهش بردارید همون 14 تا باشه. حالا در واقع اول اینکه این 14 معصوم نمیم اینو همش از ساخته ما شیعه هاست، اصلا همچی چیزی نیست. محمد خودش که پیغمبر خدا بود و خودش میگفت جبرئیل میاد با من حرف میزنه، گفت من مردی هم مثل شما، این جمله عربیش یادم نیست، ولی گفت من آدمی هستم مثل شما، یعنی منم مثل شما هستم. خیلی وقتا جنگ هایی که میشد مشورت میکرد، میگفت چیکار بکنیم. از جمله مثلا میگن در جنگ خندق که اهالی مکه هجوم کرده بودن که بیان این مدینه رو بگیرن و محمد رو بکشن، اینا گفتن چیکار کنیم؟ سلمان فارسی گفت دور این به اصطلاح شهر رو خندق بکنیم. وقتی خندق بکنیم اونایی که با اسب میخوان بیان نمیتونن بیان، و اونایی که میخوان بیان باید از خندق بیان پایین، از اون طرف بیان بالا، ما میتونیم با تیر بزنیمشون. به هر حال اینجوری در کتاب زین العابدین رهنما به نام محمد پیامبر نوشته که آقای محمد وقتی اومد مدینه، میدونید مکه زراعت که نبود، که مدینه زراعت بود، باغ و اینا زیاد داشت، دید یه عربی رفته بالای درخت خرما، داد زد آقا اون بالا چیکار می‌کنی؟ گفت دارم درخت خرما رو آبستن می‌کنم. گفت نمی‌خواد آبستن کنی، بیا اینجا پایین، کار خدا دخالت نکن. به همه گفت درخت‌های خرما رو آبستن. اول پرسید آبستن می‌کنی یعنی چی؟ گفت یعنی درخت‌های خرما بعضی مادن بعضی نرن، اونایی که نرن که خرما نمیدن، که اونایی که مادهن خرما میدن. ما میریم گلای درخت نر رو میکنیم میبریم میذاریم روی گلای ماده، این باعث میشه که آبستن میشن. البته آبستن میشن که میدونید که شما وقتی که یک گلی میخواد تبدیل به دانه و میوه بشه، وسط گل یک میله بلندی است، اطرافش میله‌های کوتاهی هست. اون میله بلند رو میگن کلاله، اون میله‌های کوتاه رو میگن پرچم. پرچم ها گرد افشانی میکنن، یعنی سلول نر رو تولید میکنن. سلول نر میره روی اون کلاله میشینه، از اونجا میره تو و با تخم با مثلا سلول ماده ترکیب میشه، تخم به وجود میاره. حالا بعضی درخت ها دو پایه‌ن، یعنی یه سری گل هایی که رو اینن کلاله فقط دارن یعنی مادن، یه سری گل هایی که رو اون درختن اینها فقط پرچم دارن یعنی نرن. خب اگه کارشون نشه بشین، باد و حشرات و پرندان از اون دانه های گرده رو جابجا میکنن. اما اگه بخوایم بهتر بشه مثل خرما، میرن اون نرا رو میکنن میذارن رو ماده ها. پیغمبر که اینا رو نمیدونست، که گفت تو کار خدا دخالت نکنی. اون سال خرما کم شد، مردم اومدن گفتن آقای پیغمبر شما گفتی ما دخالت نکنیم، محصول کم شد، امسال هیچ خرما نداریم، خیلی کم داریم. پیغمبر گفت از سال دیگه شما به کار دنیای خودتون برسید، من به کار آخرتی میرسم. یعنی گفت من اشتباه کردم دیگه. آقای محمد اولش قبله رو به
بیت المقدس گذاشته بود، جرسلم یا اورشلیم. بعد که با قبیله های کلیمی مدینه به هم زد و کشتشون و پدرشون در بود و انبارشون غارت کرد، گفت حالا، یعنی از طرف خدا آیه آورد، گفت حالا گفته که به طرف مکه بخون. بعدم اصلا پیغمبر اومده بود که اون به اصطلاح اون مراسم جاهلیت رو، اینکه دور اونجا بگردیم و لبیک لبیک بگیم و سنگ پرت کنیم و گوسفند بکشیم و هم دور خونه خدا بگردیم، اینا رو من لغو کنه، اصلا نماز رو گشته بود رو به اون ور، یعنی اینجا خانه مقدس خانه مقدسی نیست. بعد ابو سفیان آوردش گفت مرتی که ما زندگیمون پولمون همه چیمون از اینه، تو چی میگی؟ اگه میخوای به کارت کار نشو بشیم نکشیمت، ما مکه رو به تو باز میکنیم، درش بیاد تو، با پیروزی هم بیاد استقبالت میکنیم، ولی این مراسم همه رو دوباره باید بذاری سر جاش. دو روز صبح تا شب رفتن توی چادر با هم حرف زدن، آخرش محمد گفت آقا بریم. محمد هم هیچی نگفت، وقتی خودش اومد تو مکه خودش همون کارا رو کرد، خودش همون کارا رو کرد، به طوری که یک حدیثی است که عمر گفته اگه من ندیده بودم محمد این کارا رو میکرده، یکی دیگه به من میگفت، من باور نمیکردم. حالا ما میگیم محمد اونجوری بود، حالا ما میگیم حضرت عباس رو عکسش نباید نشون بدن. حالا یه دفعه من اتفاقا عکس حضرت عباس رو بهتون نشون بدم، چقدر مخموده، البته خوشکیپ هم بوده. بله عباس که میدونی این چی که عباس یعنی عبوس، یعنی خشمگین. عباس یعنی خشمگین. ما بچه که بودیم تعزیه که میرفتیم میدونی عباس و شمر پسر خاله بودن، اینا همه که اونجا جمع میکردن همه با هم فامیل بودن. اصلا من نمیم به ما چه مربوطه آخه آقای خامنه‌ای، به ما چه مربوطه که اون پسرم و پسرم و سر دختر و سر زن و سر پول و سر خلیفه گیر اینا با هم دعوا کردن؟ آقای خامنه‌ای به ما چه ارتباطی داره؟ واقعا جواب بدین، ما چرا باید بزنیم تو سر کله خودمون؟ چرا اون پسرم و اون پسرم رو کشت؟ ما بچه بودیم میرفتیم تعزیه، حضرت عباس و شمر پسر خاله بودن، یعنی مادر، یعنی مادر عباس که زن علی بود، مادر شمر خواهر زن علی بود که شمر و عباس پسر خاله بودن. ما بودیم، این شمر می آمد می گفت ای پسر خاله بیا تو از حسین دوری کن، اینجوری می خوند و هی می رفت نزدیکی. یک دفعه حضرت عباس رو اینجور شمر می زاشت در می رفت، یعنی مثلا حضرت عباس اینطوری نشون می دادن که این وقتی خشم می کنه همه فرار می کنن. خب وقتی که آخه به قول یارو می گفتش که اینا 72 نفر بودن، اون ارتش خلیفه تو آشپزخونش بیشتر 72 نفر کار میکردن. وقتی آدم اینجوری میشه خب کشته میشه دیگه. آقای حسن روحانی یه حرف جدیدی گفت، گفتش که شب تاسوعا آقای امام حسین با عمر ابن سعد فرمانده سپاه یزید توی چادر ساعتها مذاکره کردن. منظورش این بود که ما با امریکا مذاکره میکنیم. آقای خامنه‌ای این حرفی نیست که، آقای خامنه‌ای حالا این حرف رو یک سال پیش آقای روحانی گفته، آقای خامنه‌ای این تازگی مثلا دو هفته پیش سه هفته پیش من گفت شما فکر کردید که آقای امام حسین با عمر بن سعد مذاکره کرد، نصیحتش کرد، گفت این کار رو نکن اون کار رو نکن، شما فکر کنید بدبستان کرد، یک چیزی داد یک چیزی گرفت؟ نه یه چیزی داد نداد، نه یه چیزی نگرفت. عمر بن سعد میگفتش که آقا تو راست بکش برو، کاری بهت نداریم، ولی به یزید فوش نده چون اون خلیفه است، تو نباید به اون فوش بدی. برای نتونستن توافق کنن، وگرنه آقای عمر بن سعد اومد بود که اینو راضی کنه، بابا راضی بکش برو. آقا این آقای اموسین والله من نمیم اگه بگم بچه پر رو بهتون بر میخوره، نمیدونم چیه، حالا پس فردم تاسو آشورا سا. آقای امام حسن ببینید، آقای علی کشتش،
وقتی کشته شد اون خلیفه بود دیگه، خلیفه چهارم. سنی هم قبول دارن که علی خلیفه چهارمه، یعنی خلفای راشدین رو قبول دارن، یعنی خلفای اصلی رو این چهارتا میدونن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی. معاویه هم خلیفه میدونن، هارون الرشید هم به خلیفه میدونن، ولی براشون اون به اصطلاح مقام الهی که برای اونها قائل بودن، مقدسی که برای اونها قائل بودن، برای اینا قائل نیستن. به هر حال حالا امام حسن اومد با معاویه صلح کرد. معاویه گفت آقای امام حسن به امام شما حسن که نمیگفت، گفت حسن ابن علی. حسن اخه پول میدم قرار بشه، اون گفت بیشتر میخوام کمتر میخوام، چونه زدم برام مثلا، من حالا نمیم چقدر پول دادم که، مثلا گفتن 2,000,000 دلار بهت میدیم، خراج فلان شهر و فلان شهرم به تو میدیم، اتفاقا شهرهای ایرانی هم بوده، به تو میدیم. مثلا فرض کنیم که هر سالی هم فرض کنیم که 1,000,000 دلار گیرت میاد. اون گفت باشه. بعدم بهش گفتن ببین شرط هم میکنیم ها، ما میریم رو منبر از پدرت بد میگیم ها، تو دلخور نشی. گفت نه پول منو بدین، من حرفی ندارم. حالا این صلح کرد دیگه، علی با معاویه صلح کرد. بعد معاویه یزید و جانشین خودش معلوم کرد، بعد همه رو اومد برای یزید بیعت گرفت، همه بیعت کردن. دقیقا نمیم آقای حسن هم رب بیعت کرد یا نه، برای اعتراضی هم نکرد. وقتی که آقای امام حسن مرد، آقای امام حسن گفت نه من خلیفه، پدر من خلیفه چهارم بوده، من جانشینم. گفتن بابا فروخت، پولشی گرفت، تموم شد، معامله شد. گفت نه من چیه. خب این غیر منطقیه دیگه. حالا البته میگن که آقای یزید کلک زده بهش، به مردمان کوفه گفته که بهش بگید که بیا اینجا به جنگ، من هواتو دارم و فلان، تو دامش انداخته. به هر حال اونم به قول معروف تو قوزش گیر کرده دیگه، چیز مردانگی و بزرگی و فلان. گاهی وقتا یه جاییست که دیگه به آدم فرصت نمیده که برگرده. هیتلر وقتی دید داره کشته میشه خودکشی کرد، گفت جنازه منو بسوزونید. خب نمیتونست دیگه، نمیخواست بگه که من شکست خوردم بیارید منو زندانی کنید، که به جایی میرسی که دیگه زندگی برات بی ارزشه. یعنی از اون بعد اگه زندگی کنی، زندگی برات طرفکندگی و به اصطلاح پشیمانی و شرم داره. ولذا آقای حسین هم به جای رسید که این همه راه رو اومده بگه من دارم میرم یزید و پدرش در بیارم و فلان فلان، حالا بینه هیچ که دور برش نیست، میخواد برگرده. خب خجالت میکشه دیگه. بعد شب آخر گفت یاران چه جمع کرد، گفت آها ببینید الان تاریکی، هوا تاریکی، هیچ کس نمینه، منم پیروز نمیشم تو این جنگ، من تو این جنگ کشته میشم، هر کی میخواد بره همون شبانه پاشو بره. و یه سری زیادی رفتن، 72 نفر موندن با زن و بچه و همه چیز. به هر حال برای این ماهی میذاریم تو سر خودمون، آخه این غیر عاقلانه است. این رسوبای مکه و مسکو رو اکلتون پاک کنید. من میدونم بعضی هستن چپی هستن الان ناراحت میشن، میگن تو چرا مسکو رو قاطی این قضیه میکنی؟ آقا مسکو هم قاطی این قضیه است، اونم اینایی که اینجا پولش میرن میرن تو مکه جونشون میدن در اونجا، اونایی دیگه هم میرن به مسکو پولشون میدن جونشون میدن اونجا. ما یک نقطه داریم، اونم ایرانه. ما باید به ایرانمون فکر کنیم، ما باید به مردم خودمون فکر کنیم. با آقای مصدق، با آقای ده خدا، نمیدونم هر دوشون یا یک کدومشون، بهش گفتن آقا شما با جهان وطنی نظرتون چیه؟ ببینید چی گفته. گفته آقا اگه همه این مردم همه کشور دنیا مرزاشون رو برداشتن، پولشون رو ریختن توی صندوق جهانی، ما مرزامون رو برمیداریم، پولمون رو میریزیم تو اون صندوق جهانی. اما تا همه مرزاشون رو صفر گرفتن، پولا خودشون هم دارن، ما بیاییم جهان وطنی کنیم؟ ببینید خانم آقایون، من که روم به چپی هاست، من مخالف جهان وطنی نیستم، من موافق عدالتم. اگر سازمان ملل اونقدر قوی بشه که به کشورها بگه آقا مثلا شما 10% بودجهتون رو به من بدید، من برای همه کشورهای فقیر میخوام مدرسه درست کنم، من موافقم با این. بگه آقا 20% بدید میخوام جادم درست کنم، بگه 30% دیدی میخوام امنیت اونا رو من به عهده بگیرم،
بگه 40% بدید من میخوام مثلا فرض کنید اداراتتون هم بگه همه پولر بدید من همه کشور دنیا رو اداره میکنم. من میام بفرمایید همه کشور رو دنیا رو اداره کن، به شرطی که کسی گرسنه نباشه، کسی از گرسنگی نمیره، کسی بی بهداشت نباشه، کسی بدون آموزش پرورش نباشه. چیزی که الان برای کشور اروپایی فراهمه برای همه مردم دنیا فراهم کن. من چاکردم مثلا من وقت میشم جهان وطن، از شما جلوتر جهان وطن میشم، اما اسیر مسکو نمیشم که پولم بدم مسکو، نفتم بدم به مسکو، همه چیزم بدم به مسکو، اون برای من تکلیف معلوم کنه. آقای چپی، چرا باید آقای دکتر فریدون کشاورز که میخواد وزیر آموزش پرورش بشه، چرا باید وقتی رفته قوامین به شاه معرفی کنه، چرا از طرف سفارت شوروی بهش زنگ میزنن توی دربار شاه میگن بگید آقای فریدون کشاورز بیاد اینجا کارش داریم، میبینه سفیر شورویه، میگه چیکار داری؟ میگه تو وزیر پست تلگرافشو، نمیخواد وزیر آموزش پرورشی. چرا باید دولت شوروی به وزیر ما دستور بده تو وزیر این باش وزیر اون نباش؟ این رسوبای مسکویه دیگه. پس این آقا دکتر فریدون کشاورز استاد دانشگاه است، فرهنگیه، یک عمری در کال فرهنگ و آموزش بوده، حالا بره وزیر پست تلگراف بشه که چی؟ که جاسوس شما بشه؟ خبرها رو بده به شما؟ باز اینجا بحث میشه از آقای دکتر اسماعیل نوری علا من ول نمی‌کنم ایشون. چهار پنج ماه اخیر این حرف زد، چهار پنج تا پیش مقاله نوشته بودن، نوشتن افسران وطن پرست توده‌ای. ببینید اگر آقای احسان طبری، نورالدین کیانوری، نمیدونم عبدالصمد کامبخش، نمیدونم انور خامنه‌ای، نمیدونم خلیل ملکی، اینا کمونیست بشن، رادمنش اینا کمونیست بشن، من این را نمیگرم، میگم اینا یک عقیده جهانی رو فکر کردن. اونا همونطوری که مثلا حزب فرض کنیم که زحمت کشان هست، حزب نمیدونم پانیانیست هست، اینا هم حزب کمونیست هستن دیگه. اما اگه من به یه نفر پول بدم بگم آقا این پول میگیرم محله، به شما پول میدن، شما وظیفت اینه که روزا بخوابی، شبا با یه چوب دور خونه‌ها بگردی، اگه دزدی اومد با اون دزد بجنگی و ما رو خبر کنی، سود بکشی، فریاد بزنی، ما بفهمیم. حالا این یه نفر اگه پاشنه گرفته دزد داره از پاش پرو کله این داره میاد تو خونه من، من به این چی بگم؟ بگم تو رئیس حزب مثلا جزء حزب فرض کنیم که دزدان شدی و حالا دزدان، آخه مگه میشه کسی رو بهش آموزش دادن که از میان دفاع کنه، بگه که من توده‌ای شدم حاضرم مرزها رو به روی شوروی بگشایم؟ خودش گفته، خود اون افسران توده‌ای گفتن، من نوشته‌اش دارم، گفتن که ما آماده بودیم که درهای مرز کشور اون رو به روی سپاه ارتش سرخ باز کنیم. خب این دیگه وطن پرست نمیشه. من نمیگم این، من نمیگم اگر کیانوری بگه باز کنیم ارتش سرخ بیاد اینجا، اونم باز جای حرف زیاد داره، ولی افسری که پول گرفته که از کشور دفاع کنه، حالا میگه من واز میکنم به روی شوروی، بعد ما بگیم افسران توده‌ای وطن پرست. یه چیزهاییست که معذرت خواهی های دنبالش میخواد. من اینو گفتم تکرار میکنم، آقای بازرگان رفت پاریس پلاق خمینی، برگشت به اعضای جبهه ملی. بازرگان با اون مذهبی بودنش و فناتیس بودنش که آفتابه برده بود وقتی رفته اون امریکا با پولی که رضا شاه داده بود بره درس بخونه اروپا، آفتابه با خودش برده بود، بعد اونا فکر میکنن قوجیشو، فکر میکنن آفتابه، حالا مثلا با بطری آب خود بشوره، مثلا حتما باید اون شکلی باشه، اونی که میخواد خود بشوری. بازرگان برگشته بود گفته بود آقایون جبهه ملی، ما با این خمینی آبمون توی چوب نمیره، این خیلی آدم خودخواه دیکتاتوری، این میگه هرچی من میگم همونه. آقای زیرکزاده گفته که آقای بازرگان، حالا که به پیروزی نزدیک میشیم اختلاف نینداز. به پیروزی چی نزدیک میشی آقای زیرکزاده؟ به پیروزی اینکه نوکر خمینی بشه، این پیروزیه برات؟ یا پیروزی دینه که شاه بره؟
تو کینه‌ای هستی، تو عقده‌ای هستی، تو مریض هستی، تو مخت رسوم‌های چرکین ضد شاهی داره، تو هر چی شاه بکنه تو میگی بده. سیب میدادم با معسلا میگفتم مال باغ اشرف میخوام بفروشم، کیک میدادم میگن کارخونه شمس داره کیک درست میکنه، کیکاش باد کرده، اینا دارم میدم به اینا. اون بنده خدا هر کاری میکرد یه چیز شما میگفتی. آقای زیرکزاده میگه به بازرگان که حالا که داریم به پیروزی نزدیک میشیم تو اختلاف نینداز، یعنی حالا که داریم شاهو میندازیم بعدش هر اتفاق افتاد وز خمینی بیاد به ما زور بگه لغت بزنه تو کلمون ما رو بنداز بیرون. آخه آدم چی بگه؟ اینا آدمای بزرگی بودن، این جبهه ملی‌ها آدمای تاثیرگذاری بودن، آدمای درستکاری بودن، آدمای کاردانی بودن، آدمای پشت کاردانی بودن، ولی از اینجا راحت بودن. آخه تو میگی تو که در زمان شاه آقای زیرک زاده من که میدونم که کمپانی‌های بزرگ جاده سازی داشتی، مقاطعه ها رو از دولت میگرفتی، ده ها کارمند و ماشین و وسایل اینا داشتی، سود میبردی. تو که نزدیک انقلاب همه رو بستی، همه رو تعطیل کردی، همه رو پولات جمع کردی، کارگران همه رو جواب کردی. تو میگی این خمینی بیاد ببخشی لغت تو کونت بزنه اما شاه نباشه که به حرف دو گوش نمیده. شاه به حرف دو گوش نمیداد، شاید هم شاه اشتباه میکرد به حرف دو گوش نمیداد، شاید به حرف دو گوش میداد خوب بود، من نمیگم شاه کاراش درست بود، ولی به تو احترام میذاشت. سنجابی رئیس استاد دانشگاه بود، بازنشسته شد، نامه نوشت به شاه که آقای شاهنشاه خواهش میکنم عاجزانه التماس میکنم این پولی که حقوق بازنشستگی خرج زندگی من در نمیاد، یه فکر بار من بکنید. شاه گفت یه مشاور، پست مشاور بهش یه جایی دادن، ماهی 5000 تومان بهش میدادن، من اون موقع ماهی 300 تومان حقوق میگرفتم. میخوام مقایسه کنید حقوق چجوریه. حالا نوشته که ثروتمندترین دختران جوان و خلاق ایرانی در سال 2015، البته خب اینا همشون که نیستن، بعضیاشون هستن دیگه. یکی نوشته ثریا دارابی، این خانم ثریا دارابی یکس سلفون هم دستش گرفته، حالا دیگه نمیدونم بذار بخونم این ببینم این ثریا خانم دارابی چی کاره. 32 ساله جز 30 زنه پیشتاز جهان در دنیای تکنولوژی به شمال می رود. آخرین ابتکار او سایتی به نام زدی ZADY است. ثریا دارابی در ابتدا کار خود را از نیویورک تایمز به عنوان مدیر امور مشارکت دیجیتال و بازاریابی برای رسانه‌های اجتماعی آغاز نمود، اما موفقیت چشمگیر او در فود پوتینگ رقم خورده است. فود سپاتینگ حالا توضیح میدم براتون. الو آره گوشی داشت شوش. حالا دوباره لطف کنید آقای توکلی عزیز. نه الان صدا شما خوب میاد، اون دفعه نمیم چرا قطع وز میشد، هیچ وقت سابقه نداره. در صورت من الان دوباره میخونم. بله. به یاد و به نام سربازان سرباخته پایگاه شاروخی نوژه، سازمان سرباز روز یک شنبه 25 نوامبر 2015 از من اکتوبر. بله اکتوبر. بله بله نگه دوباره از نو میخونم این اکتوبر رو من ببینید. اکتوبر اکت در زمان لاتین یعنی هشت. بله هشت پا رو میگن اکت اکت. آره من میدونم هشت پا رو میگن اکتوپود اختاپوس همون همه اگر
اینا ماه فرنگی نوامبر یعنی ماه نهم، دسامبر یعنی ماه دهم، اون تا دو ماه به دلایل خاصی عوض شده، ولی اکتبر اول هشتم، نوامبر بعد نهم، دسامبر بعد دهم. در صورت یک بار من میخونم، امیدوارم که صدا درست باشه. بله، اکتبر هم اشتباه نشه. باشه. به یاد و به نام سربازان سرباخته پایگاه شاروخی نوژه، سازمان سرباز، روز یک شنبه 25 اکتبر 2015 از ساعت 3 تا 6 پس از نیم روز مراسم شایسته با پذیرایی شایسته برگزار خواهد نمود. ورود برای همگان آزاد است. محل برگزاری هتل هیلتون کانوگا پارک، واقع در 6360 کانوگا اونیو. تلفن برای آگهی اریاکود 310-987-9063. تلفن برای آگهی 310-987-9063. از هممیهنان گرامی درخواست می شود با استقبال پرشور خود از این مراسم میهنی استقبال نموده، میهن پرستی خود را نشان دهند. سازمان سرباز، سرهنگ ستاد، هوشنگ وزین. درود به جناب سرهنگ ستاد، هوشنگ وزین که من میدونم تمام هستی خودش رو برای آزادی میهن هزینه میکنند. بدرود با شما. متشکرم جناب توکلی. بله، خب حالا این خانوما رو موفق رو میذاریم برای دفعه دیگه، چون دیگه به پایان برنامه رسیدیم. به هر حال ببینید، باید ما ایرانی ها یه تکونی بخوریم، یه تکونی بخوریم، یعنی کمک بکنیم. تکون خوردن یک مهمترین از همش اونی که دست به جیب شدنه. دست به جیب شدن اینطوری نیست که بگیم خونمونو بفروشیم بدیم، اینطوری نیست که ماشینمون بدیم، اینطوری نصف حقوقمونو بدیم، نه، هر چقدر که میتونیم. مهم اینه که یک پول، یک چکی بذاریم تو پاکت بفرستیم، بفرستیم برای مجله ایتو. من آدرسشو میخونم، هر کی میخواد یادداشت کنه. برای تلویزیون ایتو، آدرس تلویزیون ایتو هست پی او باکس 228 228، Great Falls. اون شهری که هستن، میدونید که واشنگتن یه جای کوچیکی، شهرهای کوچولو کوچولو دورشن دیگه. این شهری که این تلویزیون توشه اسمش Great Fallsه. یه صندوق پستی داره اونجا، 228 Great Falls ویرجینیا VA. بعد اریا کدش هست 22066 22066 22066. میتونید به اینجا بفرستید. مهم نیست که شما چقدر پول میفرستید، مهم اینه که یک پولی میفرستید، مهم اینه که در این عمل انسانی شما سهمی دارید. ممکنه یه دلار بفرستید، یه دونه یه دلاری میذارید رو پاکت، یک آدرس می‌نویسید، یه تمبر می‌زنید میفرستید. من به شما افتخار میکنم اگه یه دلار بفرستید. مهم اینه که احساس کنید که حرکت کردید، احساس کنید یه کاری کردید. تو دلتون هم میگید آقا مثلا من این پول میدم، اصلا معلوم نیست که این تلویزیون کارش درست یا نه. شما اگه نگاه میکنید این تلویزیون رو بدید دیگه، اگه نگاه نمیکنید که حرفای منم نشنیدید دیگه، پس دیگه مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. اما اگه بیننده این تلویزیون هستید، خب یه پولی بذارید تو پاکت به این آدرس. من اگه میخواید یه بار دیگه میخونم، قلم کاغذایی دارید بنویسید. ببینید آدرسش هست، تلویزیون ای تو رو میگم، پی او باکس 228 Great Falls. Great یعنی بزرگ دیگه، Falls یعنی آبشار، Great Falls. بعد ورجینیا یعنی VA،
بعد اریا کدش یعنی زیپ کدش هست 22066 22066. مرسی از خانم آقایانی که به برنامه توجه کردن، بسیار سپاسگزارم. از آقای امیدوار که برنامه رو کارگردانی فنی کردن در اتاق فرمان، بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان رو براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. شما رو به خرد خودتون که در واقع خرد شما همون خدای شماست، به نام خداوند جان و خرد، یعنی جان و خرد و همون خداونده، چیز دیگه این ما در اختیار نداریم. فقط باید خردمون رو فکر کنیم، ببینیم که چه کاری صحیح، اون کار رو انجام بدیم. به هر حال شادی و پیروزی و تندرستی براتون آرزو میکنم.